هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهم. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب ماندگی یا عرض درود و سلام و احترام خدمت یکایک بینندگان گرامی. ایمان سلیمانی امیری در روز سه‌شنبه 17 اکتبر برابر با 25 مهر ماه ما برنامه دیگر تحت عنوان کلی بازشناسی باورها در خدمت شما هست. برنامه گذشته ما به دلیل کسالت انجام نگرفت، کماکان هم آن تهمانده های کسالت باقی مانده. برای همین اگر امروز صدای من کمی گرفته است پوزش میخوام، و اگر در طول برنامه هم بعضا درگیر عواقب ناشی از اون کسالت شدیم پیشاپیش عذرخواهی. برنامه گذشته ما پیرامون ورشکستگی بود. ما سعی کردیم از یک آریه یعنی ورشکستگی و به نوعی یک تمثیل استفاده بکنیم، جایی که یک مفهوم اقتصادی که عارض بر تجار و کسبه هست رو در باب آرا و عقاید هم تصریح بدیم. یعنی همان گونه که یک تاجر به دلیل شرایط خاصی ورشکسته میشه، یعنی اموال خود رو آرام آرام از دست میده، مال و تجاری خود رو از دست میده، آرا و عقاید هم همین گونه، سنت ها هم همین گونه. بسیاری از سنت ها، آرا و عقاید در گذر زمان تغییر میکنند و شناسایی علل و اسباب اون بسیار مهم. به همین دلیل ما سعی کردیم در دو نوبت به بحث در مورد ورشکستگی عادی بپردازیم. امروز بحث رو آغاز میکنیم با شق دیگری از ورشکستگی و آن ورشکستگی به تقصیر. ورشکستگی به تقصیر در مورد تجار زمانی رخ میده که حاصل اقدامات یک تاجر سبب از دست دادن اموال او میشه. این از دست دادن اموال هم به یک باره نیست، بلکه به مرور زمان مداخلش از مخارجش کمتره و در نتیجه چون خرجش زیاده رو به سمت ورشکستگی میشه. آرا و عقاید هم همین گونه، یعنی اونها هم گاهی با نوعی از ورشکستگی به تقصیر روبرو میشن. یک تاجر به دلایل متعددی ممکنه مال خود رو از دست بده، مثلا معامله کردن در مورد مال و تجاری که آینده خوبی نداره، یک معاملاتی که موهومند، یک تاجر نمیتونه از اونها سود کافی ببره، سرمایه گذاری که با تورم یا اون برنامه‌ای که در آینده به اقتصاد عارض میشه تطبیق نمیکنه، مخارج زیادی براش به دنبال داره، یا سرمایه گذاری هایی که بسیار پر ریسکه و تاجر به واسطه اون سرمایه گذاری ها از بین میره. آرا و عقاید هم همین گونه، یعنی اونها هم دست به معاملات پرخرج میزنن، یعنی تعامل پرخرج. گاهی برنامه هایی رو میدن که بسیار پر ریسکه، پر خطره و به مرور زمان مشخص میشه که آن برنامه‌ای که آن اندیشمند، اون ایدئولوگ، آن دین، هر کسی که سعی میکنه یک چارچوبی رو برای آینده طراحی بکنه یا برای حال در نظر نگرفته و به مرور زمان دچار اون مشکلات میشه. ادیان و عقاید و ایدئولوژی ها که هر سه اینها رو ما به یک تعبیر اینجا به کار میبریم، چون بخشی از اونها مشترکه، یعنی ادیان، برخی از عقاید و برخی از ایدئولوژی ها
سعی میکنن یک تعریفی از انسان، جهان و پدیده ها بدن، یعنی به شما نشان بدن این انسان چه موجودی است، دارای چه توانایی هایی است، چه ظرفیت هایی رو داره، چه استعداد و لیاقت و شایستگی هایی داره، جهان پیرامون ما چگونه است، چطور ساخته شده، کی اونها رو ساخته، چه توقعی سازنده داشته، و پدیده هایی که پیرامون ما هستند، اون چیزهایی که بعضا خود ما ساختیم، یعنی انسانهایی که در همون معقولاتی که من عرض کردم از جانب پوپر خودمون دست به ساختن یک هنر زدیم، اخلاق زدیم، حقوق زدیم، قانون برای خودمون ساختیم، نهاد ایجاد کردیم، خب یک هدفی داشتیم. برای همین ادیان و عقاید و ایدئولوژی ها یک بسته ای هستند که سعی می کنند انسان، جهان و پدیده ها رو تبیین بکنند. برخی از ادیان حد اقلی هستند، همون اندازه طبیعیه که در خطر قرار بگیرن، مثل تاجری که در یک زمینه دست به تجارت میزن. ما بخشی از آرا و عقاید و ایدئولوژی ها در زمینه های مختلفی دست به طرح و نظر و برنامه گذاشتن. شما زمینه های مختلفی وجود داره، بخشیش زمینه انسانی است، یعنی برخی عقاید به انسان ها نظر داره، براش جهان پیرامون چندان اهمیت نداره، فرعیه، یا امر سیاسی یا اجتماعی براش مهم نیست. اندیشه های عارفانه و صوفیانه غالبا در این کانتکست می گنجه، چون نزد اونها مظاهر طبیعت، تمدن، همه اینها باید انسان رو مجاب بکنه، قانع بکنه برای رسیدن به یک خدا. برای رسیدن به او شما نیازمند یک معرفتی، چون عرفان عرفه هست به معنی شناختن، و شما باید از طریق یک رهبر، یک مرشد، کسی که در این راه میتونه عارف باشه به شما کمک. زمینه دیگر به غیر از انسان طبیعته، یعنی ایدئولوژی هایی وجود دارن که امروز طبیعت رو زیر نظر میگیرن، او رو جدای از انسان و پدیده های قابل اتکا در نظر نمیگیرن، میگن محیطی است که ما داریم در اون زندگی میکنیم، ما نیازمند حراست و پاسداری از طبیعت هستیم. شما امروز احزاب سبز میبینید در خیلی از کشور، شما NGO ها و گروه های مختلفی در جامعه مدنی میبینید که به مسائل زیست محیطی خیلی اهمیت میدن، به حقوق بسیاری از پدیده هایی که غیر انسانی هستن خیلی اهمیت میدن، چون اونها رو جدا از انسان نمیدونن. این رو در برخی از ایدئولوژی ها و عقاید و افکار میتونید ببینید. دیگر زمینه ای که آرا و عقاید خودشون رو در اون دخالت دادن اجتماعه، روابطی که بین من به عنوان یک انسان اجتماعی در درون خانواده، در میان بستگان، در میان همکاران، در میان اهل محل، و در سطح کلانتر در میان استان، کشور، و حتی در سطح بین الملل روابط من رو سازمان داد، مناسبات اجتماعی رو ما رو شکل دادن، به ما گفتن چگونه برخورد بکنیم با این آقا، با اون خانم، با اون سازمان، چه توقعی میتوانیم داشته باشیم از این سازمان، از این نهاد. برخی دیگر از ایدئولوژی ها نگاهشون سیاسی است، یعنی در ساحات سیاسی تمرکز کردن. نقش دیگر از این ایدئولوژی ها یا عقاید یا ادیان بر روی همه این جنبه ها کم و بیش بنابر اولویت هاشون نظر داشتن. همین دلیلی که شما بعضی از ایدئولوژی ها رو میبینید که اینها بیشتر نگاهشون به مسائل سیاسی است، چندان به ارتباط انسان با درون خودش یا با خدا یا با پیرامون توجهی آنچنانی ندارن، بلکه انسان اجتماعی رو زیر نظر میگیرن. ما شما در ادیان میبینید برخی از ادیان به جنبه سیاسی نظر ندارن، دستورالعمل هایی برای زندگی و بهروزی یک انسان آمده. همین دلیل است که
ما وقتی این حوزه ها رو بررسی میکنیم طبیعی است که بیاندیشیم اهداف این عقاید، باورها و سنت ها ذیل ادیان، ایدئولوژی ها چگونه دچار ورشکستگی میشن. همون گونه که یک تاجر در همه زمینه ها وقتی سرمایه گذاری میکنه ریسکش بالاست، خطرش بالاست، به همان اندازه هم برخی از ایدئولوژی ها، ادیان و عقاید وقتی در همه زمینه ها وارد میشن ریسکشون بالاست. اندیشه های توتالیتر غالبا دچار این خطا خواهند. بیایم نگاه بکنیم ببینیم بعضا برخی از این اندیشه ها در کجاها دچار ورشکستگی میشن. خب ما عرض کردیم مسئله عرفان رو، عرفان میتونه خودش رو در درون یک ساختار محدود نگه داره، روحانیتی که میان یک انسان هست که به او یاد میده از تعلقات دنیوی دوری بکنه، سعی بکنه ارتباط خودش رو در رهایی از درد و رنج به واسطه اون گناه، تجملات، آن تعلقات دور نگه داره، بسیاری از غرایز خودش رو سرکوب بکنه. شما دیدید بعضا این افرادی که هستن در نوع سبک زندگیشون روشی دارن که بسیاری از غرایز خودشون رو سرکوب میکنن. این سبک دیگر برای جهان دیگری که ارزش اون لذت بردن انسان از زندگی کوتاه خودشه زیبنده نیست، پذیرفتنی نیست. همین دلیل یک انسان ممکنه اون اندیشه های عارفانه با اون سبک و سیاق خاصی که بعضا در برخی از گروه ها و دیرها و صومعه ها و اینهاست دیگه قابلیت دفاع نداشته باشه. اینجا یک تمایزی باید قائل بشیم. بله، برخی از اندیشه ها هستن که هدفشون معنویتی و از اون سبک و سلوک خاص غری ندارن، یعنی به دنبالش نیست، اونها داستان دیگری دارن. در زمین است که ورشکستگی حاصل یک اقداماتی است. اگر شما 100 غریزه رو سرکوب بکنید همان اندازه بیشتر دچار ورشکستگی خواهید شد. ادیان هم به همین نه در این بستر که بحث ما علل خصوص دین اسلامه، اسلام هم سبب ورشکستگی به تقصیره. یعنی با ادعاهای خودش، با وعده‌های خودش، با طرح‌های خودش، با ابزار خودش وارد معاملات و تعاملاتی شده که آرام آرام دچار ورشکستگی شده. یعنی یک انسان احساس میکنه که اگر دیندار باشد نمیتونه یک بهزیستی خوبی داشته باشه، زیست مناسبی داشته باشه، پیشرفت خوبی داشته باشه. دلیلش اون ایدئولوژی است، اون تفکره، اون دینه. یک دین از یک زن توقعاتی داره. یک زن احساس میکنه که اگر بخواد طبق تعالیم این دین رفتار کنه بسیاری از شایستگی ها، لیاقت ها و توانایی های خودش رو داره از دست میده، بنابراین اون رو رها میکنه. بخشی از خواسته های دین عبادی هن. یعنی میخوان به انسان عبودیت رو نشون بده، یعنی بندگی رو نشان بده. یعنی توی انسان رها نشدی، خدای تو رو رها نکرده. اونا مدعی این مسئله که یک موجود متعالی وجود داره، این خدا از شما توقع داره. در ازای امتیازاتی که به شما داده از شما توقع داره بندگی تو نشون بده. بخشی از این دستورات، دستورات عبادی هست. مثلا نماز یک دستور عبادی است. در میان بسیاری از ادیان نوعی کرنش در برابر خدا، نوعی
خضوع و خشوع در برابر خدا به رسمیت شناخته شد، حالا با شدت و ضعف، با اشکال متعدد، تا کار به جایی میرسه که شما باید از خود قربانی بدید. حالا قربانی در گذشته حتی انسان ها بودن، امروزه تبدیل شده به برخی از حیوانات یا گروه های مختلف جانوری، نزن هم با دادن نزورات. همه اینها برای این است که شما عبودیت و بندگی خودتونشون بده. این یاک نعبد، یاک نعبدو که در نماز مسلمانان عزیز میخوانن، یعنی فقط تو رو بندگی میکنن. یاک، یاک جز اعداد حصره، یعنی فقط تو رو بندگی میکنن. در کنار این یک نکته‌ای به عنوان مقدمه شاید بد نباشه بگیم. اساسا ما با دو نوع اخلاق روبرویم. یکی اخلاق گفتمانیست، اونگونه که هابرماس میگه، و یکی اخلاق منطقی، همان گونه که بریش فروم میگه، و یک اخلاقی که مبدأ و منشأش انسانی نیست، منطقش منطق ما نیست، اون اخلاق الهیاتی. مثلاً اخلاقی که مبدأ و منشأش عموم مردم نیستند، یه ویژگی و کارویژه خاصی داره. شاید بد نباشه من این مقدمه رو بگم، برامون تا حدود زیادی روشن میشه که تا چه اندازه در درون ایدئولوژی ها انسان های مختص اون ایدئولوژی ساخته میشن. ما وقتی صحبت از خوب و بد میکنیم، این خوب و بد گاهی نظر به یک شخص داره. یعنی وقتی به من میگید سلیمانی آیا این اتومبیلت خوبه؟ خب طبیعی است من باید ببینم اون اتومبیل من با آن توقعاتی که من دارم خوبه یا نه. برای همین میگم بله خوب. ممکن اتومبیل من از نظر یک شخص دیگر اصلا اتومبیل مناسبی نباشه. برای کاری که من انجام میدم خوب. مثلا وانتی است که با اون حمل بار می. ما یک نفر ممکنه بگه نه، من که دائم با خانواده از این طرف به اون طرف مسافرت میکنم، با این وانت نمیتونم کاری انجام بدم. یا ما توقع داریم فرزندمون بنابر معیارهای خودمون خوب باشه. یعنی دختر خوب دختری است که پدر یا مادر با اون ارزشهای خودشون او رو مطلوب بدونن. ممکنه یک پسری رو شما دارید با معیارهای خودتون آدم بسیار خوبی است، موفقی است، اما از نظر دیگران موفق نبوده، آدم پسر خوبی نیست. به همین ترتیب اشیا و پدیده ها از نظر ما با معیارهای اخلاقی ما خوب و بدی ویژه خود دارن. کمی به سطح بالاتر اگه نگاه کنی میبینیم که در دوران گذشته به دلیل یک روند سلسله مراتبی در نظام اجتماعی و طبقاتی جامعه، هر انسانی، هر ارگانی که دست بالا رو داشته سعی کرده انسانهای مطلوب خودش رو بسازه. یعنی خوب بودن این انسانها آن خوبی است که مطلوب شخص حاکمه. یعنی اگر شما به نزدیک دیکتاتور برید و بگید آقا در کشور شما مردم هر روز در حال اعتراضن، میگن این حق ماست به ما بدید، اون حق ماست به ما بدید، میگه آقا اینا ناسپاسن، اینا بیچشم و رو هن، اینا بیلیاقت. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اون حاکم مستبد یا دیکتاتور مردم مطلوب خودشو میخواد، و مردم مطلوب حاکم دیکتاتور این است که اونها ساکت باشن.
هرچه به اونها دادم بگیرن، سپاسگزاری بکنن، هرچه از اونها دریغ کردم هم حتی اگر حقشونه سکوت بکنن. خدایان ادیان هم همین کار رو کردن. یعنی خدای مسیحیت افرادی رو میخواد که مطلوب خودش باشن، اتباعی رو میخواد که مطلوب خودش باشن، خدای اسلام مؤمنانی رو میخواد که مطلوب خودش باشن. یه ممکنه این خدا یا الله در ظاهر یک شخص مثل محمد تمایلات خودش رو بگی، خودش که زبانی نداره، در قالب یک رسول این حرف رو بزنه. هرچند ما اساساً به نبوت باور نداریم، ولی از کانتکس خودش میخوایم بحث کنیم. اگر در آینده فرصت بشه حتما دیدگاه خودم رو در مورد اینکه چگونه پیامبر اسلام ساخته شد، ارائه شد و به دنبال چه نوع اهدافی بوده بحث خواهیم کرد به شکل مفصل. ما در اینجا مقصودم اینه که خدایان هم مؤمنان مطلوب خودشون رو میخوان. شما در تعالیم اسلامی میبینید خدای مسلمانان توقع نداره یک نفر در برابر او قد علم کنه. پیامبر اسلام دوست نداره یک مؤمنی در برابر او قد علم کنه. به همین دلیل در آیات متعددی اشاره میکنه که جایی که خدا و رسول فرمان میدن، زن و مرد مؤمن اختیاری ندارن که بخوان با او مخالفت بکنن. مؤمن حقیقی کسیست که ذهنش، فکرش، دلش مملو از یاد خدا باشه. یکی از مواردی که مثلا عشق یا برخی غرایز در درون تفکر دینی اسلامی به رسمیت شناخته نشده، گاهی حتی گناه شمرده میشه، برای همینه. یه احتیاجات شما مهم نیست، حالات روحی و روانی شما مهم نیست، خدا میداند و شما نمیدونید. همین دلیله که در آیه 216 سوره بقره اشاره میکنه، چون مؤمنان جهاد رو دوست نداشتن، علاقه نداشتن، اما الله به اونها اشاره میکنه، کتب علیکم القتال، بر شما جهاد مقرر شد. و بعد اشاره میکنه در انتها که چه بسیار چیزهایی که شما دوست دارید اما براتون خوب نیست، و چه بسیار چیزهایی که دوست ندارید اما براتون خوبه. الله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میداند و شما نمیدونید. اخلاق گفتمانی یعنی اخلاقی که حاصل تضارب آرا، اندیشه ها و تجربیات انسان ها باشه. یعنی ما وقتی میبینیم این باید و نباید جامعه ما رو بهتر میکنه، اون رو انجام میدیم و این رو هم به مرور زمان در میابیم بین روابط خودمون. ما اخلاق الهیاتی رو نمیگه، اخلاق الهیاتی میگه که اصلا عقول انسانی قادر به فهم برخی از اوامر و نواهی نیست، باید و نباید نیست، صلاح خودش رو نمیتونه تشخیص بده. خداست که به همه چیز مؤمنان آگاه. بنابراین من مؤمن خوب میخوام، مسلمان مطیع میخوام. طاغوت یعنی این که شما در برابر خدا طغیان بکنی، طاغی بشی. یعنی اگر خدا دستوری داده و شما بگید خیر، اگر رسول دستوری داده شما بگید خیر، اگر اولوالامر دستوری داده که شما بگید خیر، چون با اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم در تضاد قرار میگیره، اینجاست که شما میشی طاغوت، طاغی، خارجی، مرتد، منافق. چون اون آدمی نیستی که من دوست دارم. بنابراین اهمیت این موضوع خیلی برجسته است که ما بدانیم بسیاری از این ادیان و ایدئولوژی ها افراد مختص خودشونو میسازن، مثلا مطلوبشون اینه،
اگر شما اون آدم نباشید بیرونید. اگر این ایدئولوژی کمونیسم باشه شما حق ندارید به دنبال جمع‌آوری ثروت باشید، جز بورژواها محسوب بشید. شما خیانت میکنید به خلق. شما اگر در ایدئولوژی فاشیسم و نازیسم باشید نمیتونید اندیشه های غیر نژادی حالا با دیدگاه های خاص داشته باشید، همه رو انسان برابر بدونید. نه، شما اگر یک مسلمان باشید باید و نباید هاتون رو خدا تعیین کرده. حق نداره بگی مسیحی برادر منه، اون آتئیسته، اون نمیدونم فلان برادر منه. نه، بلکه او انسانی رو میخواد مختص خودش. همین دلیله که انحطاط بسیاری از جوامع یک شبه رخ نمیده، حاصل گذر دهه ها و صده هاست که انسان هایی در درون یک ایدئولوژی رشد پیدا میکنن که باید و نباید هاشون برابر با خواست یک مؤلف است. یعنی بین الاذهانی نیست، گفتمانی نیست، تک ساحتی است، تک ذهنی است. اخلاق گفتمانی یک اخلاق چند ذهنی است، تفکر من، تفکر شما، تفکر دیگران در مجموع کنار هم قرار میگیره. ببینیم اون اخلاقی که این جامعه امروز اون رو میخواد چی؟ اگر امروز حجاب نمیخواد، بسیار عالی. اگر امروز دوست داره روابط آزاد باشه، میگه بسیار. اگر میخواد حقوق همجنسگرایان لحاظ بشه، که بسیار. اگر به طبیعت، به حیوانات نگاه امروزی خاصی داره، میگه بسیار. اخلاق گفتمانی یا اخلاق منطقی حاصل جمع تفکرات دیگران، یعنی مردم، صاحبان امیال، غرایز، اندیشه ها. ما اخلاق الهیاتی حاصل ذهن یک نفر، یه مؤلف است، یا خدا یا رسوله، که در راستای هم هم هستن البته. اما مردم نقش چندانی ندارن. اگر در یک ایران 40 میلیونی، 80 میلیونی، 40 میلیون بانو بگن آقا ما حجاب نمیخوایم، میگه نه خیر، تو حق نداری اصلا تصمیم بگیری، تو باید حجاب زن، چون خدا خواسته، چون رسول خواسته. اگر در ایران 80 میلیونی بگن آقا ما دوست داریم با یک کشور دیگری حالا با عقاید مختلف رابطی خوب داشته باشیم، میگه نه حق نداری، بلکه ولی فقیه به شما گفته که این گروه دوست ما هستن. و به مرور زمان اسباب انحطاط فراهم میشه. ابن خلدون در مقدمه تاریخ خودش در باب چگونه تمدن‌ها رو به ویرانی می‌روند، یه عناصری رو ذکر می‌کنه که بسیار مهمه. حالا من در آینده این رو حتما این بحث‌ها رو خواهم داشت که مهم من برای ما. بخشی از این مؤلفه‌هایی که ابن خلدون می‌شمره برمی‌گرده به همین مؤلفه‌های اخلاقی، که چگونه ما تمدن‌ها رو تحمل نمی‌کنیم. ما اخیراً با یک واقعه دلخراش روبرو شدیم و اون قتل جناب داریوش مهرجویی بود و همسرش. جالب اینه که ابن خلدون به همین مسئله اشاره داره، یعنی حکومتی که کار هنرمندان، صنعتگران و نیروهای تولید کننده فکر، اندیشه رو بر نمیتابه. چرا؟ چون بایدهای آقای مهرجویی با بایدهای حکومت یکی نیست. ایشون میخواد فیلم بسازه، حکومت میگه نه، تو فیلمساز بدی هستی، من فیلمساز ارزشی میخوام. یعنی چی فیلمساز ارزشی؟ یعنی با ارزشهای من مطابقت میکنه، من بازیگر ارزشی میخوام. همینه، خیلی از بازیگران ما
از سینما دور شدن. ما یه سینما بازیگر داشتیم در گذشته تمام نقشای منفی و غیر اخلاقی رو بازی میکردن، بعد شدن فرمانده سپاه، سردار سپاه، آقای حسین گیل و دیگران، ارزشی شدن ناگهانی. اما حکومت آغوشش رو باز میکنه، میگه بفرمایید، بودجه هم به شما میدم، فیلم بسازید برای من، دیگه نیاز نیست شما فیلم های دیگه ای بسازید، برید امام علی بسازید، امام حسن بسازید، امام حسین بسازید، اینا رو نشون بدین، اینا ارزش های ما هستن. و اگر این کارگردان سخنی میگه، حکومت میگه نه، باید دهنش رو ببندیم. اگر خیلی حرف بزنه، بریم بکشیش. سالها قبل همین کارو کرد. قتل‌های زنجیره این نتیجه یک تفکری است که در اون تفکر یک نویسنده، یک شاعر، یک فیلسوف مورد اقبال قرار نمیگیره، هضم میشه. وقتی شما اینها رو هضم میکنی، به مرور زمان دیگه صنعت سینما، ادبیات، هنر، همه چیز شما افول پیدا میکنه. اینکه در جهان اسلام شما یک فیلسوف درست حسابی ندارید برای همینه. تازه اونهایی هم که اندکی هم فهم فلسفی داشتن غالبا کسانی بودن که از اون محیط حجاز دور بودن، علایق شخصی داشتن، ترجمه آثار یونانیان به دست اونها رسید و با هزار مشقت به دنبال اون رفتن که اندکی اندیشه ها رو تطبیق بدن با اون مفاهیم یونانی. وگرنه در جهان اسلام چی تولید شده؟ چه علمی تولید شده؟ در جهان مسیحیت هم همین بود. تا زمانی که مسیحیت حاکم بود بر افکار، بر ساختارها، بر نهادها، که البته خب میدونید اول این عقاید میان، بعد ساختارهای خاص خودشون رو میسازن، نهادهای خاص خودشون رو میسازن. یعنی مسیحیت رو اگر در نظر بگیرید، اول از ذهن یک انسانی آمده در یک محیطی در فلسطین، بعدها تبدیل میشه به گروه مختلف، مورد حمایت قرار میگیره، کلیساها ساخته میشه، مدارس دینی ساخته میشن، نهادهای تفتیش عقاید ساخته میشه. چرا؟ چون میخوان اون عقیده اصلی رو حفظ کنه. دادگاه انگیزاسیون برای همینه. در اسلام هم امر به معروف و نهی از منکر داریم، حالا به اون خواهیم رسید، به عنوان یکی از شاخصهای ورشکستگی به تقصیر. هدف همه اینا اینه که من سلیمانی رو مثل خودم بکنم، من این خانوم رو مثل خودم، یعنی با اون ارزش های خودم که مورد قبول منه بارش بیارم. همین دلیل اگر شما دینی رو نپذیرید، حالا بگیم اسلام، در اینجا مرتدید، با تردتون بکن. اگر به اون ارزش های خدا باور نداری، مرتدی، باید تو رو دور انداخت. اگر با دیکتاتور یا حاکم مستبد سر نزاع داری، اندیشه های او رو قبول نداری، او رو به نقد بکشی، دیگه شهروند نیستی، باید بری بیرون، پاسپورت رو بگی بر اینجا، نه این بخش مال من. ابن خلدون اشاره کرده چگونه این تمدن‌ها رو به ویرانی رفتن. حتی ما در زمان اندیشه‌های مدرن فلسفی سیاسی هم همین رو داریم. مکیاولی در کتاب گفتارها دلیل اینکه چگونه حکومت‌ها رو به ویرانی میرن، جمهوری‌ها نابود میشن، یکی از اونها رو عدم توجه به همین نخبگان میدونه. ببخشید، نخبگانی که در زمینهای مختلف فعالیت میکنن، حالا سیاستمدارن، جنگاورن، نظامیان، چون بیشتر نگاه مکیاولی به اینهاست، ارتشیان، به نظامیان، به نخبگان سیاسی، ما میشین رو تعمیمش داد. وقتی حکومت به اینها بیتوجهه، به راحتی آسیب پذیر میشه، چیزی برای تولید نداره.
نظامیانش آرام آرام میرن، در نهایت هم کنار می نشینن. ولی اگر نگیم بر علیه حکومت توطئه می کنن، در پایین ترین سطحش کنار می نشینن. سیاست مداران اگر به بازی گرفته نشن، خب چه می کنن؟ بر علیه حکومت. شما وقتی دیکتاتوری هستی که معتقدی نه، نمایندگان مجلس با من، سیاست بین الملل با من، امور اقتصادی کشور خودم بلد، همه چیز رو خودم سازمان میدم، خب اقتصاددانان تو مملکت چیکار باید بکنن؟ نظامیان چیکار میکنن؟ گروه های دیگر اجتماعی چیکار میکنن؟ اگر بر علیه شما انقلاب نکنن، حداقل منفعل میشن، میرن کنار. در حالی که اینا همه سرمایه های انسانی هن. تمدن غرب با تضارب آرا ساخته شده. وقتی جان لاک رساله ای می نویسه در باب تساهل، هدفش همینه. تساهل یعنی من دارای قدرتم، اندیشه های شما که مخالف اندیشه های منه رو قبول ندارم، اما شما رو طرد نمی کنم، بلکه شما هم اجازه فعالیت. در کشور ما این گونه نبوده، در دین ما این گونه نیست. زورمون برسه میکشیم. اگر نکشتیم به این دلیلی که هنوز زورمون نرسیده. بسیاری از ما تا قبل از قدرت دموکراتی، وقتی قدرت رو به دست بیاریم اون وقت مشخص میشه. خمینی تا قبل از 57 شما نمیتوانستی در کارنامش یک قطره خون ببینی که ریخته، اگر عید قربان یا این جایی دیگه از این دست بزن خون انسانی رو ریخته باشه. اما زمانی که به قدرت رسید، یکی دو شب نگذشته بر روی پشت بام ها شروع کرد. چرا؟ چون تفکر او مبتنی بر این است که ارزش های من هستن که حاکمن در این جامعه، پایین منبر من. اگر این افراد وجود نداشته باشن بهتره، کسانی که تشکیک ایجاد نکن. همین نوع اخلاق سبب پیشرفت هم میشه. یعنی همون گونه که ابن خلدون و مکیاولی میارن که نوع بایدها و نبایدها تا چه اندازه میتونه یک تمدن رو به ویرانی ببره، یک جمهوری رو نابود بکنه، گاهی اخلاقیات سبب پیشرفت هم میشن. ماکس وبر در اون کتاب معروف خودش که به اخلاق پروتستانی اشاره میکنه، میره نگاه میکنه، میگه چه شده که کشورهای مسیحی بخشیشون که پروتستان مذهب هستن ثروتمندن، پیشرفته ترن، نزاع در میان اونها کمتره، رو به سمت ثروت و علم و اینها، و کشورهای کاتولیک که حالا جالب اینه که در گذشته قدرتمندتر هم بودن، امروز ضعیفه، در یک ادبار گرفتار. ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، کشورهایی که کاتولیکن، زمانی امپراتوری بودن، قدرت استعماری داشت. ما امروز چرا به این ادبارم؟ ماکس وبر به این نتیجه میرسه که در مذهب پروتستان یه ویژگی های اخلاقی خاصی وجود داره که باعث میشه شما به مرور زمان سبکی از زندگی رو اختیار بکنی که شما رو به سرمایه داری نزدیک، به ثروت نزدیک میکنه، به علم، به دانش نزدیک. مثلا وقتی شما در درون یک تفکری کار ارزش باشه، یعنی انسان بدونه که با کار کردن در درون جامعه محبوب میشه، با گدایی محبوب نمیشه، این ارزش که در اخلاق اونها وجود داره باعث میشه که یک کودک وارد بازار کار بشه، به فکر کار باشه. منظورم از کودک، کودک زیر سن نیست، منظورم اینه که وقتی پدر کارگر خودش رو میبینه لذت ببره، مادر خودش رو وقتی میبینه که در حال کار کردن برای جامعه هست لذت ببره.
او هم کار رو آر ندونه، سعی کنه بیاد در جامعه. یعنی ثروت امر مذمومی نباشه. شما میدونید در مسیحیت بارها ثروت مذموم دانسته شد، بسیار معروفه که اگر شطوری از سوراخ سوزنی عبور کنه یک ثروتمند میتونه وارد بهشت بشه. یعنی اگر ثروت کسب میکنی، ثروت چیز خوبی نیست، حتما توش آغشته به اموال دیگرانه. چرا؟ چون لزومه کسب ثروت گاهی هم اینه که شما دروغ بگید، کالای خودتون رو خیلی خوب نشون بدید، کالای مردم رو ضعیف نشون بدید، همون تبلیغاتی که میبینید. بنابراین این مالی که در بازارها هست به نوعی حاصل یک نوع رفتار غیر اخلاقی است. بنابراین اگه فقیر باشیم بد نیست. پیامبر اسلام هم میگه الفقر و فخر. وقتی اخلاق یک کاتولیک بر اساس اون مؤلفه ها هست، دیگه زحمت نمیکشه، دیگه کار نمیکنه. وقتی کار نکنید، جامعه به سمتی میره که تولید ثروتش کم. وقتی اسلام میاد به اشاره میکنه قرین خانه هاتون باشید، یعنی نیمی از جامعه باید خودشو محصور کنه تو خانه. یعنی اون جامعه با یک موتور نیمسوز در حال کار کردن. شما در زمان جنگ جهانی دیدید چه اندازه این زنان وارد کارخانه ها شدن، دست به تولید زدن. در بسیاری از جوامع زنان کار کشاورزی کردن، دست به تولیدات زدن، یه رونقی برای اون بازارشون بوده. حالا اگر زمانشون دامداری بوده، کشاورزی بوده. ولی وقتی تعالیمی میاد میگه زن خوب زنی است که در پرده بمونه، حجاب بیرون نیاد، نیاد در منظر و معوا و امور اجتماعی دخالت میکنه، طبیعیه اون جامعه نمیتونه کسب ثروت بکنه، تولید دانش بکنه. دانش رو که فقط آقایون تولید نمیکنه، بسیاری از زنان هستن در امور اقتصادی ابداع کننده بسیار تر، در امر ریاضیات، منطق، علم. ما میگیم نه، زن مؤمنه زنی است که طبق تعالیم رسول الله حتی سواد رو هم به شکل کامل ندونه، در حدی بدونه که بتونه قرآن بخونه، اونم سوره های نور و اینها رو، و کنار خانه باشه. و از دل این جامعه شما نمیتونید توقع داشته باشید که ثروت ایجاد بشه. پس بسیار اهمیت داره. گاهی در درون یک دین هم شما مذاهبی رو میبینید که وقتی حاکم شدن بر یک جامعه، اوضاع اون جامعه دگرگون شد. پس بسیار مهمه. نمیتونیم بگیم حاصل عقب ماندگی ما دین نیست، ایدئولوژی نیست، این تفکر نیست. نه، چه بخوایم بپذیریم یا نپذیریم، اینها زندگی ما رو شکل میدن، سامان میدن. از جنبه عبادی داشتن بخشش بر اینه که شما عبد کی هستی؟ گاهی عبد اللهی، عبد رسولی، عبد یک امامی، عبد یک ولی فقیه هستی، عبد یک استبداد و دیکتاتوری هستی. مقصود اخلاقیات خودت رو، علم خودت رو، دانش خودت رو از او میگیری. او میخواد تو رو مثل خودش بار بیاره. به همین دلیله که فقط باید تلویزیون ما رو نگاه کنی، فقط باید روزنامه‌ای که من به تو میدم بخون، فقط باید فیلم‌هایی رو ببینی که من مجوز دادم، کتاب‌هایی رو بخونی که من در وزارت ارشادم تایید کردم. این نوع منطق سبب میشه که شما درگیر انحطاط باشی در درون جامعه. ببینید جامعه روز به روز دیگه انگیزه‌ای برای تولید ثروت نیست، انگیزه‌ای برای تولید علم نیست. بخشی از این مسائل برمیگرده به امور اجتماعی، امور تربیتی. حالا امور عبادیش رو عرض کردیم،
یعنی فقط این نیست که من روابطم با خدا چگونه است، من روابطم با حاکمیت چگونه است، نه، گاهی از من میخواد که روابط دیگران رو هم جوری تنظیم و سامان بدم که اون آقا میخواد، اون ایدئولوژی میخواد. یک کودک از زمانی که در درون این ایدئولوژی ها بزرگ میشه، در یک سیستمی با تحکیم به سمتی میره که اون ایدئولوژی میخواد، اون مذهب میخواد. بذارید یک نمونه از اون رو بخونیم، ببینیم چگونه است که در درون این باورها سعی بر اینه که انسانها رو جوری تربیت کنن که خودشون دوست دارن. روایتی رو میخونم از شیخ صدوق، از کتاب من لا یحضره الفقیه، که از کتب اربعه شیعیان یعنی علمای شیعه برای فتوا دادن به این کتاب ها مراجعه میکنن. خود شیخ صدوق هم که از اعلم و اجل این فقه هاست، در ابتدای کتاب اشاره میگه من روایت هایی رو آوردم که از صحت صدورشون از معصوم مطمئنم و بر اساسش فتوا میدم. حالا ببینید اخلاق سازندگی برای عبودیت چگونه است. در حدیث 863 کتاب من لا یحضر الفقیه جلد اول، روایتی رو آورده هم از امام صادق و هم از امام باقر، از آن حضرت شنیدم که می‌فرمود وقتی پسر بچه به سن 3 سالگی رسید به او میگویند بگو لا اله الا الله، یعنی بچه 3 ساله رو در حالی که هنوز اون عقلانیت رو نداره زیر بمبارانهای تبلیغاتی خودت بگیر، بگو هیچ خدایی نیست مگر الله، یعنی این راه بندگی داره آغاز میشه. تا 7 مرتبه بعد او را به حال خود وامی گذارند تا 3 سال و 7 ماه و 20 روز از سن او بگذرد، اونگاه به او میگویند بگو محمد رسول الله. تا 7 ماه سلسله مراتب بندگی رو داره یاد میده به اون بچه و بعد دیگر کاری به او ندارند تا 4 سالش تمام شود، آنگاه به او میگویند 7 بار بگو صلی الله علی محمد و آله، و بعد او را به حال خود میگذارند تا 5 سالش تمام شود، آنگاه از او میپرسند دست راست و دست چپ کدام است. جالبه ها، یعنی کودکی که دست و چپ و راستش رو بلد نیست میخواد بگه که خدایی نیست مگر الله، در حالی که بحث خدا باوری و خدا ناباوری که اندیشه فیلسوفانه است، سالهاست نزاست بر سر این که آیا خدایی وجود دارد یا ندارد. اینا بچه 3 ساله رو میارن میگن نه بگو یه خود خدا هم هست، یه دونه هم هست، اونم الله. و 2 سال بعد میگن حالا تو دست چپ راست بلدی؟ میدونی؟ وقتی آنها را شناخت، یعنی میدونه که دست چپش کدومه دست راستش کدومه، او را متوجه قبله میسازند و به او میگویند سجده کن، رهایش میکنند تا 7 سالش تمام شود، وقتی 7 ساله شد به او میگویند صورت و دستهایت را بشوی، یعنی وضو بگیر، و وقتی دست و روی خود را شست به او میگویند نماز بخوان، و بعد او را رها می کنند تا 9 سالش تمام شد، و چون به سن کامل 9 سالگی رسید آداب و ترتیب وضوی کامل و صحیح را به او می آموزند و از او می خواهند، یعنی این وضوه، حالا وضو بگیر جلوی من، بچه 9 ساله، و در صورت سرپیچی او را می زنند، یعنی تنبیهش میکنید
کنیز او را دستور می‌دهند که نماز بخواند. در صورتی که سرپیچی کرد او را تنبیه بدنی می‌کند. و چون وضوع و نماز را آموخت، خداوند عزوجل او و پدر و مادرش را مورد بخشش و عفو از گناهان قرار می‌دهد. در حدیث 863 من لا یحضره الفقیه. روایت های دیگه هم هست که با توجه به اینکه خب وقت برنامه‌مون هم در حال اتمامه دیگه صرف نظر میکنم. پس ببینید مسئله بر سر اینه، اخلاق بندگی و اخلاق عبودیت در درون بسیاری از عقاید، ادیان و ایدئولوژی ها از همون دوران کودکی آغاز میشه. وقتی شما کودکی رو به این وضعیت دچار میکنید، وقتی نظام اجتماعی رو این گونه معامله میکنید با او، مثل اون تاجری که دست به معامله های نادرست میزنه، تعاملات نادرست میزنه، سبب سرخوردگی بسیاری از مردم فراهم میشه که آقا ما این ارزش ها رو نمیخوایم. بچه 9 ساله رو کتک بزنم که بگو خدا یکیست و نمازم اینجوری و وضو اونجوریه، خب اگر دوست داره خودش میخونه. طریق عبودیت و بندگی که با کتک زدن نیست. یه بچه نحیف 9 ساله رو پدر بگیره کتک بزنه با اون وضعیت، این بس ادامه خواهد داشت. ما در آینده به این بحث ورشکستگی به تقصیر به شکل مفصل خواهیم پرداخت، اما تا اینجا خواستم عرض کنم که ادیانی هستن در حوزه‌های مختلف وارد میشن، میخوان انسان‌های خودشون رو بسازن، ایدئولوژی‌ها. حالا ما در آینده که بحث سیاسی شد به کمونیسم خواهیم پرداخت، به نازیسم و فاشیسم خواهیم پرداخت که اینا چگونه ورشکسته به تقصیر شدن با رفتارهای خاص خودشون. همین دلیل بحث رو تا اینجا ختم میکنم، اما در نوبت بعد به این مسئله با شرح و بسط بیشتری ادامه خواهیم داد. بازم پوزش میخوام از گرفتگی صدا و سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی گرامی. تا درود دیگر، بدرود و پایدار باشید. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند، بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی